پرواز هلیکوپترهای نظامی بر فراز مهاباد، یک شنبه 29 آبان و این گسیل نیروهای امنیتی در شهر با خودروهای مجهز به سلاح‌های سنگین. بسیاری از شهروندان وضعیت شهر را شبیه حکومت نظامی توصیف کردند. سلام. این دختر مهابادی میگوید نیروهای امنیتی از همان ابتدای روز به مردمی که حتی در اعتراضات شرکت نداشتند شلیک میکردند. اما اونا برای تحریک ما به زن و بچه هایی که توی صف نونوایی بودن اومدن شلیک کردن. صبح زود اینجا هلیکوپتر هست، به گفته نمیدونم خبرها میگن تانک آوردن. من هلیکوپتر رو با چشمای خودم دیدم، تمام ماشین و خونه های مردم رو داغون کردن. اعتصابات، همه مغازه ها بسته هست، مردم بیرونن. لطفا شهرهای بزرگ بیرون بیاین، لطفا بیرون بیاین. ما اگه کل آذربایجان غربی رو هم بگیریم به تنهایی نمیتونیم کاری بکنیم، باید هممون با هم باشیم. ما با دست خالی هستیم، هیچ گونه سلاحی نداریم و این یک شایعه است که ما سلاح داریم. ما کاملا با سنگ بیرون میایم، فقط همین، هیچ چیز دیگه ای نداریم. شلیک مستقیم گلوله هم مانع از حضور معترضان در خیابان نشد. این سنگربندی در مقابل نیروهای امنیتی. در توصیف این ویدیو گفته شده مردم کلانتری 13 مهاباد را محاصره کرده بودند. با تاریک شدن هوا درگیری ها شدیدتر هم شد. این فریاد حمایت طلبی مردم مهاباد. بسیاری از مردم مناطق کردنشین در حمایت از مردم مهاباد به خیابان ها آمدند. اینجا جوان رود در استان کرمانشاه. معترضان شعار می دهند مهاباد تنها نیست، جوان رود حامیش است. گزارش شده تکتیراندازهای سپاه پاسداران از روی پشت بام دادگستری این شهر معترضان را هدف قرار می دهند. شبکه حقوق بشر کردستان گفته دست کم 4 شهروند از جمله یک کودک کشته شدند. و این حمایت مردم کرمانشاه از مهاباد. اینجا سقز، شهر مهسا امینی. دختر کردی که مرگش در بازداشت گشت ارشاد جرقه این دور از اعتراضات را زد. پاوه، شهر کردنشین دیگری در استان کرمانشاه هم زیر آتش سنگین نیروهای امنیتی بود. در پیران شهر هم معترضان به خیابان آمدند. صدای ممتد شلیک گلوله تمام شهر را پر کرده بود. بنابر گزارش ها دست کم یک شهروند کشته و عده زیادی زخمی شدند. ویدیوی دیگری از این شهر منتشر شده که گفته می شود معترضان خانه یک جاش را به آتش کشیدند. کلمه ای برای توصیف شهروندانی که با سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر همکاری می کنند. اینجا مریوان و فریاد شعار مشهور اعتراضات سراسری. زن زندگی آزادی که حالا روز و شب در خیابان‌های ایران تنین انداز می‌شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.